صبحتون بخیر باشه. در ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، در کنار شما عزیزان هستیم و این بار منزل خانم عسکری عزیزم که به اتفاق دختر گلشون میخوان یه غذای خیلی خیلی خوشمزه رو برای افطار و سحر به ما یاد بدن. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خوب هستین؟ سلامت باشین. خوبی شما؟ من خوبم. سلامت باشین. امروز چی میخواین یاد بدین خانم عسکری؟ امروز میخوام غذایی که به شما یاد بدیم ببیننده عزیز، والک پلوئه. غذای کوهیه. به به. آره، ما رو کوههای لواسانات، رودبار قصران، لار، اردیبهشت ماه میرم میچینن اکوها. غذای کامل و سالمیه. به به. خودتون رفتین چیدین سبزی؟ بله بله بله، اردیبهشت ماه. بعد دوستان میتونن تهیه بکنن هستش؟ بله بله، آمادش هم هست. آره حاضر، ولی خوش شده، به صورت خوش شد. بله. خب معصومه جان، شما بلد این غذا رو درست کنی؟ تقریبا. خب میخوام امروز معصومه جان به مادرشون کمک بکنم، بیا در کنار من عزیزم. خب چه موادی میخواد خانم عسکری؟ برنج به اندازه کافی، 100 گرم هم بالک، سیب زمینی برای تدیگش، روغن، نمک و زردچوبه. خب معصومه جان شما بگو که چجوری درست میشه والک پلو اگه بلدی؟ برنج رو مثل معمولی میذاریم رو گاز بجوشه، بعدش آبکش میکنیم. آبکشی که کردیم یکم والک رو بهش قاطی میکنیم، نمک زردچوبه هم بهش میذاریم. والک رو نباید بذاریم با برنج بجوشه؟ بله بله، مقداری باید والک هم با برنج جوشیده بشه، بعد آبکش میکنیم. بعد باید خورد بشه والک؟ نه خورد بشه چون آب میشه، بعد همینطوری درسته درسته. دوست داری؟ بله خوبه. خب امشب افطاری والک پلو دارید دیگه. باشه بریم با هم درست کنیم. پس مثل بقیه برنجا باید اول آب بذاریم جوش بیاد و برنجمون رو اضافه بکنیم به آب. الان آبمون جوش اومده. بله برنج اضافه می‌کنیم. خیس کردیم برنجا از قبل، بفرمایید. بله. یکم نمک، بفرمایید. نمکم به برنجمون اضافه می‌کنیم. تا برنجمون بجوشه. خیلی صب میکنیم تا برنجمون بجوشه، کم نرم بشه، بعد والک رو اضافه میکنیم. شما بیشتر برای افطار آماده میکنید این غذا یا برای سحر؟ واسه سحر، بیشتر این غذا رو با سحر میشه خورد. الان برنجمون آماده شده، یکم که برنج نرم شد، آماده شد، والک رو بهش اضافه میکنیم. میذاریم یکم جوش بخوره با والک. والک رو یکم نرم بشه. چقدر باید بجوشه؟ چند دقیقه؟ 5 دقیقه. 5 دقیقه بله. الان والکمون هم نرم شد، میخوام برنج آبکش کنیم. بله. خب برنج آبکش کردیم، برنج و والکمون رو الان میخوایم دم کنیم. بعدش دیگه غذای خوشمزه ما آماده است برای افطاری. میتونید نوشه جان بکنید. در حال حاضر روغن رو میخوام واسه تدیگش اضافه کنیم. مقداری روغن، روغن می‌ریزیم، داغ شد. تدیگش هم میتونه نون باشه، هم سیب زمینی. یه مقدار نمک رو اضافه می‌کنیم. برنج رو اضافه می‌کنیم. غذای کوهی هم هست و سنتی و خوشمزه. آماده شده، درشو میذاریم تا کاملا دم بکشه. بعد از اینکه برنجمون دم کشید، افطاری مخصوص خانم عسکری والک پلو آماده است. خب همونطور که میبینید والک پلوی مخصوص ما آماده شد برای سفره های افطار و سحر شما عزیزان. ممنونم از شما خانم عسکری. زنده باشی، سلامت باشی، انشالله میل کنی، خوشتون بیاد. سلامت باشین، انشالله زمان افطار. بله عطر بوی خوبی داره، مطمئنا خوشمزه هم هست. معصومه جان یه دعا برای ما بکن، موقع افطار اصلا چه دعایی میکنی اینو بگو. اول اینکه ظهور آقای امام زمان در سلامتی همه مردم ایران جهان. بله، بهترین آرزو ظهور آقامون آقای امام زمان. امیدوارم که شما هم ما رو دعا بکنید.